درود هواداران و تماشاگران عزیز، من برنامه نوبتی انسی کنج تنهایی است از شبکه بهاریستان منظور شما و در این شوم زیبا چگونه که شما مشاهده نموده استید، ما در نزد کاخ استاد لایق شیرعلی قرار داریم و برنامه رو از نزد کاخ استاد لایق شیرعلی منظورتون میگردونیم و قهرمان برنامه انسی کنج تنهایی یک نفری که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب از سال گذشته اشتراک نمود و سزاور مقام اول و 30000 سومانی گشت. رخشانه نوروا، خوش آمدید. سلام گویم به پروانه، به شعر پاک فرزانه. سلام گوید به شوق و مهر، سلام گوینده رخشانه. رخشانه نوروا هستم، خواننده صنف هشتم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 به نام عبدالرحمن جامی و عضو فعال کتابخانه مرکزی شهر به نام عبید رجب می باشم. غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در سال 2019 از روی نامینیسی خواندن و از برنمودن آثار ادیبان معاصر تاجیک و غالب آزمون از روی نامینیسی خواندن و از برنمودن آثار ادیبان کلاسیکی فارس و تاجیک در سال 2020 راوی برنامه دنیای رنگین در تلویزیون صدا و سیمای شهر پنجکن می باشند. شما که سال گذشته غالبیت رو در ادبیات کلاسیک در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است به دست آوردید و طول یک سال چی تغییرات خواهد، چی نویگری است در نقشه هست که امسال در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است اشتراک کنید یا نه؟ چون با فرمان پیشوای معظم ملتمان به ما غالبان آزمون 3 سال حقوق اشتراک ورزیدن در آزمون داده نشده است، ما کوشش می نماییم که پیوسته خود را با مشغولیات های دیگر بند نماییم. از جمله در سال روان چون در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است اشتراک نورزیدم، من در آزمون علم فروغ معرفت، در آزمون های لایق خانی، تورسونزاده خانی و دیگر آزمون ها شرکت ورزیدم. بعد از اون که مثلا شما غالبیت رو به دست آوردید و به زادگاه خود برگشتید به شهر پنجکین، چی تغییرات ها شد؟ چی از بر نمودید؟ البته از زمانی که من خردسال بودم، هنوز از سن خردسالیم، به مؤسسه نمی رفتم که مادرم به من خواندن و نوشتن را آموختند. پس از غالبیت در آزمون نیست، کتاب همیشه و همیشه همراه من است. یا لحظه خود را به کتاب احساس کرده نمی توانم و فکر من که دنیا به کتاب به رنگ و به مضمون است. می خواستم که در وصف کتاب شعر خوانده باشم. بهترین مرمت. پای انشای او صد دل کباب است، سراغاز تفنن و حساب است. اگر پرسند محفل در چی باب است، کتاب است و کتاب است و کتاب است. کتاب است آینه روزگار، کیوبی در آن رازها آشکار. چون این همنشین گر به دست آوری، نشاید که بگذاری و بگذاری. سلامت باشید. در برابر از بر نمودن شعرهای زیاد و خواندن کتابها، خود نیز از شعرهای خواندم الهام گرفته خودم نیز شعر ایجاد میکنم و کتابم نیز با نام خورشید جهان آرا در سال 2019 چاپ گردیده بود. کتاب شما بیشتر کدام موضوع ها رو در بر میگیرد؟ یعنی شعرها در وصف چی هم؟ کتابی که من ایجاد نمودم سرشار از مهر و محبت وطن دوستی است. یعنی کتاب شما علاقه روی چوب اومده است. برای روی چوب اومدن کتاب کی به شما کمک کرد؟ بابایم در چوب نمودن این کتاب خیلی زحمت های نظررس کردند. بابایم نورف نورمحمد تمیرویچ، استاد اولینم در جاده شعر ایجاد کنی سید یونسیان و عین زمان باشد آموزگار من، استاد من در جاده شعر ایجاد کنی استاد اسماعیل ظریفی می باشند. در آماده نمودن من به آزمون فروغ صبح دانای کتاب است سهم بسیاری از آموزگارانم زیاد است، از جمله آموزگار فن زبان و ادبیاتم باخان و مهینه، دیرکتور مؤسسه‌مان رسول و سلامت، راهبر صنفمان عزیزقول و مهیا، استاد من که مرا در ادبیات کلاسیک راهبری نمودند، آماده نمودند، بابای هدیت الله. اینچنین سهم آموزگاران کتابخانه شهریمان نیز خیلی کلان است، دیرکتور کتابخانه یحییو موجوده و معاون دیرکتور بوملوی و زرینه. سلامت باشید. این لحظه از ایجادیات خود میتوانید چند مصرع شعری به تماشاگران پیشنهاد کنید؟ آفتابی نوربارم مادرم، ای نشاط روزگارم مادرم،
مشفق و هم سایبان بر سرم، راه با چشم انتظارم مادرم، کون لطف و خون اکرامم توی، خیرخواه و خیربارم مادرم، دوست می دارم تو را مثل وطن، از تو باشد افتخارم مادرم، راست گفتن را ز تو آموختم، راستگو و راستکارم مادرم. شما که تایی دو سال اشتراک کرده در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است و در سال 2019 در از روی نامینیسی ادبیات معاصر اشتراک نمودید و سال 2020 در نامینیسی ادبیات کلاسیک. این از همه خواهیم که هم از ادبیات کلاسیک و هم از ادبیات معاصر باز یک شعری پیشنهادی هم سالانتان نمودید. غزل از اجادیات استاد ابو عبدالله رودکی. هر باد که از سوی بخارا با من آید، با بوی گل و مشک و نسیم سومن آید، بر هر زن و هر مرد کجا بر وزدان باد، گوی مگر آن باد همه از ختن آید. نه 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 نه، زی ختن باد چونین خوش نوزد هیچ، کان باد همه از بر معشوق من آید، ای ترک کمر بسته چونانم زفراقت، گویند قبای تو مرا پیرهن آید، هر شب نگرانم به یمن تا تو برایی، زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید، کوشم که بپوشم سنما نام تو از خلق، تا نام تو کم در دهن انجمن آید، با هر که سخن گویم اگر خواهم و گر نه، اول سخنم نام تو اندر دهن آید. سلامت باشید. بسیار شعری البته معروف است و من فکر میکنم که قسم زیادی از تماشابینانمون از این شعر رو میدونن و فکر میکنم که به طرز قرائت نور و رخشانه شما علاقه به او گذاشتید و این لحظه میخوایم از ادبیات موثر برای ما شعر پیشنهاد کنم. شعر مادر از اجادیات استاد لایق شیرعلی. در اون ساعت که دلگیرم، کجای مادر پیرم، بیا بین مای تدبیرم، که در گرداب تقدیرم، دلم خواهد نوازش های دستان تو را امروز، دلم خواهد نگاه گرم چشمان تو را امروز، دلم خواهد دعایت را، دو دستت را، چودو بول پرستوها به سوی قبله بکشاده، خدا را از فلک ها بر زمین خوانده، گسیلم کرده بر راه های دور، سپس از پشت من گریسته در خود فرو مانده. چی میپرسی؟ چی میپرسی؟ تو از من بهتر میدانی دنیا را و قسمت را، تو از من بهتر میدانی صبح و شام دولت را، ولی من هر قدر از حکمت دنیا سبق خواندم، کتب کهنه و نو را چو بالین زیر سر موندم، فزون از تو جهان و زندگانی را ندانستم، کشش های زمین و آسمانی را ندانستم، ندانستم که در صد سالگی هم باز همچون کودک پرپیچ خواهم، ندانستم که پس از شعر پاک تو فقط افسوس خواهم خورد، فقط افسوس. چون در سال روان ما جشن 110 سالگی میرزا تورسونزاده را جشن گرفتیم، میخواستم که از اجادیات آن کس نیست شعر قرائت نموده باشم. بهترین مرامت میشنویم. سن و سال زن با کس پرسیدن از آداب نیست، سن و سال خیش را گفتن به زنها خاص نیست، زن زن است و در همه حالت چو زن میماند، این معمایی است که حاجت به پرس و پاس نیست، از زن امروزه ما
حکمت و اعجاز پرس، در فضای زندگی کیفیت پرواز پرس. از زمین زن می رود سیر کواکب می کند، دوره ما کرد زن را در هنر ممتاز پرس. سلامت باشید، بهترین، تشکر برای شما. و می گفتید که غیر از آزمون جمهوریوی فروغ صبح دنیای کتاب است، باز در کدام آزمون های شاید جمهوریوی یا اینکه شهری در داخل شهری پنجکن شما شرکت نمودید؟ در سال 2019 کمینه صاحب عنوان کتابخانه بهترین ولایت سغد را گرفتم. این آزمونی ولایتی بود و اینچنین در آزمونی جمهوریوی بیبلیومارافون شرکت ورزده سزاوار جایهای نمایان گردیدم. در آزمونی تورسونزاده خانی، کمال خانی، در آزمونی لایق خانی، در آزمونهای بین مکتبی، در المپیاده ها بسیار اشتراک ورزیدم. صاحب جایهای نمایان گردیدم و از روی حساب گرم به شمارند آزمون هایی که شرکت ورزیدم. سلامت باشید. تماشابینان عزیز، چیبینه که شما مشاهده نموده استوده، در نزد ما دیپلم و جام و افتخارنامه های زیاد است و این همه محصول زحمت قهرمان برنامه محاسبت ها اونیست است که صاحبی چنین جایزه ها گردد. هر یک خواننده می تواند به این دستاورد های بهترین، به این دستاورد های واقعا هم ارزنده نائل گردد. به واسطه از سعی و تلاش، خونش و درک شما وابستگی دارد. ما به شما نیز توصیه می دهیم مثل قهرمان برنامه انیسی کنج تنهایی آموزید، از خود بکنید و در سبقت های ذهنی اشتراک نمایید. آخرین کتابی که شما مطالعه نمودید کدام کتاب است؟ آخرین کتابی که من مطالعه نمودم با طریق تکراران به نزدیکی به اتمام رسانیدم کتاب تاجیکانی بابا جان غفور فرار. بهترین. خب کوتاه می توانید قصه کنید که کتاب تاجیکان این درباره چی است؟ البته کتاب تاجیکان درباره تاریخ و اجدادان گذشتگان ما نقل می‌ورزد که با استاد بابا جان غفوروف قهرمان تاجیکستان آن را به ما بهر ما برای خواندن ما ایجاد نمودند، نوشتند و ما هر یک به فکر من که هر یک تاجیک و تاجیکستانی باید این کتاب را مطالعه نماید و از تاریخ خود آگاه باشد. سلامت باشید. تشکر برای شما. در آینده باید در کدام آزمون‌ها شرکت کنید؟ در آینده نقشه دارم که آمادگی های خود را مستحکم تر نموده در آزمون های فروغ صبح دانای کتاب است اشتراک ورزم و در دیگر آزمون های سطح ولایتی، شهری و جمهوریوی. برای به دست آوردن همین قدر موفقیت ها کمکی که بیشتر نظر است؟ کمکی بابایم سر اول از همه شخصی که به ما نزدیک هستند ما رو دستگیری میکنند بابایم هستند و ما بابایم کتاب ها رو به ما میارند تا ما خونیم و تمام آموزگارانی که من در اول برنامه نام برنامه بودند همه آنها برای ما یاری میرسانند، همه آنها خیرخواهان ما هستند، آموزگاران ما هستند، آموزگاران کتابخانه، استادانم خیلی زیاد. همین آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است به شما چی داد؟ از آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است من به خود بسیار حکمت ها گرفتم، از کتاب هایی که خواندم بسیار به خود معنی ها گرفتم. وقتی که پیشوای معظم ملتمان این آزمون را راه اندازی کردند ما جوانان و نورسان خیلی خرسند شدیم، زیرا که یک آزمونی بود که تمام جهان شناخت با آن آزمون تاجیکستان را و این آزمون به ما جوانان و نورسان دست داد، امکانیت داد که ما از شبکه‌های اینترنتی بیهوده استفاده نبریم، پیوسته در پی جستجوی مطالعه کتاب‌ها باشیم. سلامت باشید. در آخر برنامه با همسالانتون چی توصیه می‌دهید؟ میخواستم که توصیه‌ام را با چهار مصرع شعری استاد صدرالدین عینی بیان نموده باشم. بیایید ای رفیقان درس خوانیم و بیکاری و نادانی نمانیم. در عالم هر کسی بیکار گردد، با چشم اهل عالم خوار گردد. سلامت باشید. من برای شما موفقیت رو تمنا دارم و فکر میکنم که البته در سالهای بعدی شما البته در آزمون‌های سطح جمهوریوی بمانند آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است اشتراک میکنید، در دیگر نمینسیه ها و البته سزاوار دیپلم و جایزه های بلندتر خواهید گشت. تشکر برای شما برور میخواهیم. و تماشابینان عزیز، مخصوصا به نفرانی که این لحظه خواننده این یا اون مؤسسه هستند، توصیه میدهیم که شما نیز میتوانید یکی از اشتراکچی برنامه انیسی کنجی تنهایی باشید.
آموزید، در آزمون‌های سطح جمهوری اشتراک نمایید، نامبرداری خود، پدر، مادر و تاجیکستانی عزیز گردید. شماره نوبتی انیس کنجی تنهایی بود. تا برنامه نوبتی تنصیحت و خون‌آباد باشید. خیر.